فرانس در سنای آمریکا حقوق بشر و دموکراسی در ایران 27 اسفند 99 17 مارس 2021 قسمت دوم تاکید اعضای سنای آمریکا بر استمرار سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی لزوم حسابرسی از رژیم آخوندی در رابطه با نقض حقوق بشر و مقابله با تروریسم آن حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک سخنانی ها و پیام اعضای سنای آمریکا از هر دو هست سناتور رابرت منندز رئیس کمیته خارجه سنا سناتور تد کروز عضو عالی رتبه کمیته خارجه سناتور گری پیترز رئیس کمیته امنیت ملی سناتور بن کاردین عضو عالی رتبه کمیته خارجه سناتور مارکو روبیو عضو عالی رتبه کمیته خارجه It is my pleasure to once again wish all of you assembled here. با باعث مسرت من است که یک بار دیگر برای همه شما که در اینجا و در تمام جهان تجمع کرده ای شادی، خوشبختی و سلامت را در این نوروز آرزو کنم. در حالی که سال گذشته را به لحاظ فیزیکی دور از یکدیگر سپری کردیم، نوروز فرصتی است تا به عنوان یک جامعه گرد بیاییم تا هم به بهار و هم به سال جدید خوش آمد بگوییم. این مناسبت فرصتی برای صلح است و برای همین هست که من مفتخرم Who have been steadfast supporters of a free, democratic Iran that is prosperous at home and at peace with its neighbors. An Iran that places more value on human rights than it does on its ability to pursue nuclear weapons. شما که برای ایرانی آزاد و دموکراتیک پایداری کردید ایرانی که در داخل کشور مردمش سعادتمند باشند و با همسایگانش در صلح به سر ببرد ایرانی که برای حقوق بشر شهروندانش بهای بیشتری از رفتن به دنبال بمب اتمی قائل باشد من خوشحالم که یک بار دیگر به شما می پیوندم تا در کنار مردم ایران که به نبردشان برای حقوق پایه بشر ادامه می دهند بیستم تا رژیم ایران را برای نقض جاری حقوق بشر و حمایتش از تروریسم مورد حسابرسی قرار دهیم. مثل همیشه خوشحالم که می‌بینم بسیاری از هموطنانتان در آلبانی به شما پیوستند. امنیت شما ثابت می‌کند که تعهد شما به دفاع از اهدافتان می‌تواند باعث پیشرفت موقعیتتان بشود. امیدوارم یک روز تمام مردم ایران بتوانند در امنیت، سلامت، کرامت انسانی و آزادی زندگی کنند. متاسفانه رژیم ایران همچنان به جهان نشان می دهد که هیچ تصمیمی برای تغییر رفتار سکوبگرانه و نگران کنندهش ندارد. رژیم ایران در تلاش برای خاموش کردن کسانی است که میخواهند صدای بی صدایان باشند. ما میدانیم که رژیم به طور گسترده هزاران نفر را که شهامت مخالفت کردن با آن را داشتهاند زندانی و شکنجه کرده است. فقط به این خاطر که به سوء رفتارهای رژیم اعتراض کرده خواستار عدالت اقتصادی شدند یا فقط خیلی ساده میخواهند در آزادی و صلح زندگی کنند و بتوانند برای آینده بهتر فرزندانشان تلاش کنند ما در مقابل چنین سرکوبی نمیتوانیم سکوت کنیم شما میدانید که در کنگره و در سراسر دولت آمریکا و در بسیاری از سازمانهای مدنی دوستانی دارید که به افشای سوی رفتارهای رژیم و به فشار برای حسابرسی از رژیم ادامه می دهند. در سال گذشته شاهد بودیم که رژیم ایران یک بار دیگر در صحنه بین المللی ثابت کرد قصد ندارد با همسایگانش در صلح به سر ببرد. یا به سعادت شهروندانش اولویت بدهد. اضافه بر نقض حقوق شهروندان در داخل کشور، رژیم همچنان به حمایت از تروریسم و رژیم وحشی بشار اسد و پیمودن مسیر دستیابی به بمب اتمی را ادامه میدهد در حالی که در کنگره ما ممکن است روش های متفاوتی برای بهترین نحوه روبرو شدن با تهدید رژیم ایران داشته باشید. اما مطمئن باشید که ما در مخالفت با نقض حقوق پایه‌ای مردم ایران، سرکوب و نقض حقوق زنان توسط رژیم متحد هستیم. It's an honor and a pleasure to once again address you for the celebration. باعث افتخار و خوشبختی است که بار دیگر برای جشن سال نو ایرانی شما را خطاب قرار بدهم. من می‌دانم که همه ما به شدت نگران آنچه در واشنگتن دی سی در مورد آیت الله خامنه‌ای و آخوندها اتفاق می‌افتد هستیم. توافق هسته‌ای فاجعه بار اوباما با رژیم ایران که این رژیم را به شبکه مالی جهانی مجدداً وصل کرد، و با برداشتن تحریم ها باعث سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به سمت آخوندها شد و هر چیزی را که آخوندها برای پولشویی مبالغ هنگفت در سراسر جهان جهت تامین مالی تروریست و گسترش بمبسازی اتمی نیاز داشتند به آنها داد من پرزیدنت ترامپ را ترغیب کردم که از آن معامله فاجعه بار خارج شود و او چنین کرد با هم پیشرفت بسیاری در اعمال فشار بر رژیم ایران طی چند سال داشتیم اما پیامی که این سال جدید برای شما به ارمغان می آورد این است که همه ما باید عزم خود را حفظ و دو برابر کنیم تا با صدای بلند و بدون پشیمانی در برابر رژیم شیطانی ایران بیستیم But the message I bring to you this new year is that we must all maintain and redouble our determination to vocally and unapologetically stand up to the evil Iranian regime. And that I am dedicated to doing so. ما باید برای ساقط کردن رژیم ایران که به مردمش ستم می کند و تلاش می کند تا در سراسر جهان ترور بکارد تلاش کنیم. من این را هم ممکن و فراتر از آن ضروری می دانم. رژیم ایران بیوقفه به دنبال نابودی ماست و خوندها مدام شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند. ما تا سقوط رژیم در امان نخواهیم بود. وقتی اینجا هستیم که درباره آینده ایران صحبت کنیم. اعتقاد من این است که ما باید رژیم را ساقط کنیم و با کمک شما و با رهبری شما این کار را خواهیم کرد. من سناتور گری پیترز از میشیگان هستم و میخواهم در جشن سال جدید ایرانی به همه شما بپیوندم. Above بیش از هر چیز دیگری افتخار می کنم که در کنار مردم ایران در مخالفت با یک رژیم خودکامه ایستادم. برای دهه ها رژیم ایران مستقیما مسئول اعدام های گسترده زندانیان سیاسی، سرکوب خشونت اعتراضات مسالمت و برگزاری انتخابات ساختگی بوده است. اگر رژیم ایران میخواهد دوباره با جهان وارد تعامل شود، باید از دستیابی به سلاح هسته‌ای و برنامه موشکی تهاجمی خود دست بردارد. رژیم حاکم بر ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات اساسی بین المللی احترام به حقوق بشر و آزادی های مدنی مشروعیت خود را از دست داده است. بگذارید خیلی سریح باشم. همه مردم سزاوار حق به انتخاب دولت خود هستند و در سنای آمریکا من در کنار مردم ایران که در تلاش برای دستیابی به یک دولت سلجو، غیر اتمی و جمهوری هستند خواهم ایستاد. And in the United States Senate, I will continue standing with the people of Iran who have never given up their pursuit for a democratic, peaceful, and non nuclear republic. Good afternoon, and Nooruz Piruz. از خیر و نوروز پیروز باعث افتخار است که امسال نیز برای جشن سال جدید ایرانی و پرداختن به حقوق بشر مردم ایران دوباره در کنار شما هستم. برای مدت بسیار طولانی مردم ایران از رژیمی رنج کشیدند که شهروندان خود را سرکوب و حقوق بشر را نقض می کند. ما شاهد تلاش های مستمر برای قطع دسترسی به اینترنت و جلوگیری از تجمع آزادانه و مسالمت آمیز شهروندان ایرانی هستیم. رژیم ایران به سرکوب مخالفان ادامه می دهد. مدافعان حقوق بشر و سایر زندانیان عقیدتی را بازداشت و آنها را تحت محاکمه های غیر منصفانه و در معرض شکنجه، بدرفتاری و مرگ در بازداشت قرار می دهد. اگرچه این یک تصویر تیرو تار است، اما من با روح نوروز و جشن شروع فصلی از حیات نو امید روزهای درخشانتری را برای آینده دارم. In the spirit of New Rus and celebrating a season of new life, I am hopeful that brighter days are ahead. من در حال کار با دولت بایدن هریس و همکارانم در سنا هستم تا رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهیم در حالی که شاید برخی از نظرات متفاوت در مورد تاکتیک ها وجود داشته باشد همه ما توافق داریم که رژیم ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و نقض حقوق بشر توسط رژیم و حمایت آن از تروریسم باید پایان یابد همین هفته من و همکارانم نامه به رئیس جمهور بایدن میفرستیم تا نگرانی های دو حزبی خود را در این باره مورد تأکید قرار دهیم. در جریان کنگره قبلی من قدنامی ارائه کردم که سرکوب خشونت آمیز دولت ایران علیه معترضین را محکوم می کرد. اعتراضاتی که در آن صدها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند آن قدنامه از حقوق ملت ایران برای تعیین آینده خود حمایت می‌کرد ما باید از همه ابزارهای موجود از جمله مجازاتهای هدفمند برای موارد شدید نقض حقوق بشر استفاده کنیم پیام من به مردم ایران در این نوروز این است که بدانند آمریکا در کنار شما ایستاده است ما در کنار شما هستیم تا اعتراضات مشروع خود را علیه یک رژیم فاسد ظالم انجام دهیم ما از حقوق شما برای اجتماع بدون ترس از آزار و اذیت و خشونت چه در ایران و چه در جاهای دیگر حمایت می‌کنیم. شما تعهد من را دارید، شما تعهد آمریکا را دارید. هرگز امیدتان را از دست ندهید. متشکرم. You have my Dear friends, I'm pleased to join the Organization American Senate دوستان عزیز، خوشحالم که به جامعه ایرانیان مقیم آمریکا در این کنفرانس در سنا به مناسبت نوروز می پیوندم تا روی حقوق بشر و دموکراسی در ایران متمرکز باشیم. رژیم وحشی ایران حقوق پایه‌ای مردم ایران را به شکل خشونت آمیزی نقض می کند. از پولش برای صدور تروریست در منطقه و فراتر از آن استفاده می کند. آمریکایی ها و خارجیان را گروگان می گیرد و تعهدات بین اش را زیر پا میگذارد. امروز ما شجاعت بسیاری از ایرانیان را منعکس می کنیم که در طول سالها به خیابان آمدند و علیه این رژیم فاسد و شیطانی اعتراض کردند. مردم ایران شایسته داشتن دولتی هستند که با حاکمیت قانون احترام میگذارد، اصول دموکراتیک را به رسمیت میشناسد و به نیازهای مردمش نسبت به تأمین مالی ماجراجوی های خارجیش اولویت میدهد. من برای فرارسیدن روزی که ایرانی آزاد و سرجو داشته باشیم دعا خواهم کرد. تا فرارسیدن آن روز ما هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم تا با رفتارهای شرورانه رژیم ایران مقابله کنیم و ایستادن در کنار مردم ایران را انجام خواهیم داد. I pray for the day that Iran is free and peace loving. Until that day comes, we will continue to do all we can to counter Iran's malign activities and to stand up for the Iranian people.